بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محسنين عزيز وقرامي، بخش سوم درس چهارم ما شما از این قاعده آغاز می شود که الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة في اباحة المحظور. این قاعده فرع همو قاعده کلیست که ما شما را قبلا خواندیم که المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ای قاعده فرع پنجمش میه تقریبا، و ای قاعده یکی از قواعد است که برخی از مسائل مربوط المشقة قاعده المشقة تجلب التيسير را واضح میسازه. قبل از اینکه ما شما این قاعده را تشریح کنیم و معنا کنیم، به یک مسئله محصلین عزیز شما متوجه شوین که ما براتون در اینجا یک چیز نوشته می کنم و به مو دو متوجه باشین و در روشنی از او بازی قاعده را ما شما می تانیم که ما این قاعده را بفهمیم و رابطه‌اش با قاعده قبلی درک کنیم. به شکل عام نیازهای زندگی انسان‌ها به سه درجه تقسیم می‌شود. در درجه اول یا در درجه بسیار اصطلاح حاد و ضروری، ضروریات است. در درجه دوم حاجیات است، حاجیات. در درجه سوم تحسینیات است. ای با چی معنا و بین خود چی تفاوت دارن؟ محصلین عزیز و گرامی، معنای از این است که ضروریات به معنای عبارت از امو اشیایی که زندگی انسان به وابسته است، انسان بدون از زندگی کردن نمیتونه. مثل که ما شما پیشتر در قاعده الضرورات تبیح المحظورات خواندیم، این مرحله یا نیازهایی است که در مرحله اولی قرار دارد از لحاظ نیاز انسان. در مرحله دوم چیزی که قرار دارد او حاجیات است. حاجیات در حقیقت جمع حاجتون است. حاجتون مو از به معنای حاجت است. ما شما هم حاجت را استعمال میکنیم در مکالمات خود. معنای از این است که عبارت از امون نیازهای انسان که در مرحله ضروریات نیست، اگر به انسان نرسه انسان با مرگ روبرو نمیشه، اما زندگیش با مشقت و تکلیف روبرو میشه، زندگیش با تکلیف روبرو میشه، یعنی زندگیش به پیش میره، انسان با مرگ مواجه نمیشه اما با مشکل. تحسینیات عبارت از امون چیزهایی است که طبعا از تحسین گرفت، تحسین خوب، خوبی و بزیبایی، عبارت از آن چیزی که به زندگی انسان یک نوع سهولت بیشتر می بخشه، یا برای زندگی انسان یک نوع آسایش بیشتر می بخشه. دیگر ضروریات عبارت چیزی است که انسان اگر به انسان نرس انسان چی میشه؟ میمره، یعنی زندگی در حقیقت انسان با مرگ روبرو میشه، اما حاجیات با مرگ روبرو نمیشه و یعنی با مشکل روبرو میشه. اگر ببینیم مثلا فرق بین ضروریات حاجیات را در یک چیز
یک مثال موازی بسازیم. به طور مثال اگر بگیریم مثلا خوراک، این اگر به انسان نرسه با مشکل زیاد روبرو می شود، انسان شاید به مرگ روبرو شود اگر چند روزی به خوراک برش نرسه. اما حاجیات اگر نان به شکل کمی برش برسه که گرسنگیش، اما صرف گرسنگیش رفع کنه، ای شاید با مشکلات زندگیش به پیش بره. اگر انسان مثلا درک شواروز به اندازه یک قرص نان بخوره و دیگه چیزم روش نبه، شاید زندگیش پیش بره نمره، لیکن با مشکل روبرو میشه. تحسینیات طبعا که امرای نامیگون مسائل دیگه هم باشه که تمام مسائل ضروری ضروری و مثلا ضروری در این بیجه ممانای تحسینیش، یعنی مسائل مثلا که زیب و زینت دسترخان می باشه، از سلاتا و قرما و چی و چی و چی ای باشه، طبعا ای در ای چیز تحسینیات هست. مثلا اگر نوشابه نباشه بانان، انسان میتونه بدون از او بدون نوشابه زندگی کنه، حتی خوراکش هم درست باشه. به می قسمی چیزها، یا مثلا میوه اگر هر روز نباشه، هفته یک روز باشه آدم میتونه، دیگه در درجه تحسینیات قرار داره. بنا نیاز انسان در زندگی به اصطلاح به سه کاتگوری تقسیم میشه که ضروریات است و حاجیات است و تحسینیات است. حالی میم به در روشنی از این مسائل به مو قواعد فقهی خود این حالی ببینین، حاجت به مو معنایش است، او معنای کجا تیر شد. ایجا چی میگه؟ میگه حاجت قرار میگیره در جای ضرورت، تنزل و منزلت ضروره، این قرار میگیره در جای ضرورت، عامتن کانت او خاصتن، که عام باشد این حاجت یا خاص، عام به معنی که بر یک جامعه بر جامعه پیش شده باشه، و خاص به معنی ازی که بر یک فرد یک خانواده مثلا پیش شده باشه. این به جای ضرورت قرار میگیره در چی؟ فی اباحه المحظور، در مباح شدن ناروا، چیز ناروا. یعنی خلاصه ای که او جماعه شما گفته بودیم یا قاعده گفته بود که الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت ها محظورات و ممنوعات را جایز می سازد. اما دیجه میگه که متوجه باشین که این هم از که حاجت، این عبارت از امون نیاز انسانی که اگر به انسان نرسه در زندگیش با مشکلی رو برو میشه، او هم احیانا جای ضرورت می گیره در مباح شدن و جایز شدن ناروا. به می اساس ای او را در نظر باید بگیم. طبعا تحسینات به مرحله قرار نداره و تحسینات یک چیزی است که او بسیار مهم و اساسی برای زندگی انسان است. ترجمه شده این است که حاجت خواه عام باشد یا خاص، در منزله ضرورت، در مباح ساختن، چیزی که ارتکاب آن شرع ممنوع باشد، قرار داده می شود. این خلاصه ای که حاجت بعضی اوقات قائم مقام ضرورت می شود در چی؟ در مباح شدن ناروا. ایجا ای مسئله را که ما براتان دو نوشته تشریح کردم، تقریبا نیره این موضوع را واضح ساخته، به مو اشاره کرده که ضرورت نسبت به حاجت یک درجه شدیدتر است. مثل گفتم اینی که ضرورت زندگی انسان به وابسته است. به ترک ضروریات خطر بزرگ واقع می شود، خطر مرگ است. مانند خوف خطر هلاک نفس انسانی یا اکراه ملجه مثلا، این چیزهایی است که به ترک حاجت یا عدم برآورده ساختن حاجت سختی و مشکلات واقع می شود، یعنی هلاکت نفس پیش نمی آید. معنای این که معنای ازی شد که حاجت و ضرورت از هم جدا کرده، من ضرورت و حاجت را از هم جدا کرده. این به شکل مختصر و ما دو جای براتان در این شکل خوب براتان واضح ساختم که حاجات، ضروریات و تحسینیات از خود معنی خاصی را داره، برایتان انشالله واضح شده باشه. این یکی شده. علی معنا میگه که خب معنایی که خاص باشه چی معنا؟ عام خواهد. معنای خاص این نیاز، احتیاج و نیازی گروه مشخص باشد، مانند اهالی یک شهر یا اهل یک حرفه یا یک پیشه. معنای خاص این نیست که حاجت یا نیاز یک فرد باشه. این را متوجه باشیم. اگر شما این را ایتو گفته باشیم یا شما شنده باشین که موضوع اینجا موضوع فرد است، نه موضوع فرد نیست، بلکه موضوع یک گروه هست، موضوع یک گروه هست. خلاصه معنای قاعده ای شد که تخفیفات و سهولت های استثنایی مختص به حالت ضرورت نبوده، بلکه شامل حاجیات
ملت یا امت هم شده میتواند که از لحاظ شدت نسبت به ضروریات کمتر است. نسبت به ضروریات کمتر است. دیگه در اوجه گفتیم که اگر نان بر انسان نرسه انسان هلاک میشه، اما اگر در یک شبان روز به اندازه کمی نان برش برسه انسان از گرسنگی هلاک نمیشه، ولی با مشقت و سختی رو برو میشه. این بود دیگه شرح از این قاعده، که قاعده است الحاجت و تنزل و منزلت الضرورت عامتا کانت او خاصتا فی اباحت المحظوره. خب محصلین عزیز، معنای قاعده خو تشریح و توضیح شد و گفتیم که حاجت قائم مقام ضرورت واقع میشه احیانا، و به اساس همی که حاجت قائم مقام ضرورت واقع میشه، محظور یا ناروا جایز گشتن نمیشه. و این رفع میدیم و مثلا تشریح که در صورت گرفت علیمین به مسائل فقهی ازی اول میم به بیع سلام. این جمعیه که بیع سلام شرعن جایز شده است، اگرچه در آن بیع معدوم، یعنی چیزی که وجود ندارد، صورت میگیرد بنابر حاجت و نیاز مردم. بیع سلام چی است؟ بیع سلام چی میباشد؟ شما در فقه معاملات شاید خوانده باشین که بیع سلام یکی از انواع بیوع است و او به معنای فروش شی به شکل عاجل. یعنی مثالش یک قسم جور شده میتونه که یک کسی یک چیزی را میخره، مثلا در ماه حمل، اما مبیعه را باید در ماه میزان برش تسلیم میکنه. مثلا فرض کنیم که یک نفر 5 خروار گندم در ماه حمل خرید به نرخ مثلا گفت خروار 10,000 یا مثلا خروار 5,000، ای را خرید، پول از این کش قدر میشد با بایه داد، اما بایه چون آل گندم پیش نیست، اما در ماه میزان گندم پیدا میکنه یا میخره یا از زمین های خود به دست میره، به می اساسی میگه که ما در ماه میزان رو برای تسلیم میکنم. ای که گفت اینال ای بایه درست شد، شریعت را درست گفته. اگرچه که میبینیم دیجه بایه چیزی که موجود نیست، معدوم به این معنی که وجود نداره فیلحال. در شریعت ما شما در فقه معاملات خواندیم که چیزی که موجود نباشه فروش از او جایز نیست. حتی در حدیث هم آمده لا تبیع ما لیس عندک، لا تبیع ما لیس عندک. خب وقتی که این حدیث این بیع را ممنوع قرار میده، اما میبینیم که در جایگاه او جایز شده، بساس چی جایز شده؟ بساس این که حاجت مردم است. او یک شخصی که فلحال به پول نیاز داره و فلحال گلدومش وجود نداره و زمینای خود کشت کرده یا کشت میکنه و در ماه میزان پول به دست گندم به دستش میه، خلاص این نفر دیگه پول داره برش میته، ضرورت از او رفع میشه، نیاز از او رفع میشه و حاجت از او رفع میشه و در این آدم دیگه برای در ماه میزان او گندم خود تسلیم میشه. دیگه به میاساس سلام، به سلام چی شده؟ جایز شده. به سلام جایز شده به اساس چی؟ به اساس حاجت. اما امی بای اگر صورت نگیره کدام، یعنی کسی نمیمره، لیکن یک کمی با مشقت و تکلیف رو برو میشه. همین شخصی که پول نیاز داره با مشقت و تکلیف رو برو میشه، کسی برش پول قرض نمیده. بنابر حاجت انسان ای بای سلام را شریعت جایز گشتنده است. میاییم به مسئله دوم، به فروش رساندن میوه هایی که برخی آن پخته نشده است جایز است بنابر حاجت مردم. طبعا میوه که در گل باشه یا غوره بسیار خرد باشه از فروش از او منع آمده. حتی در یک حدیث یک واقعه میایه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که بما یستحل صاحبه فلوس اخیه او یا ثمرت اخیه، او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم، که معنایش همی است که اگر امی میوه در وقتی به فروش برسه که او تا هنوز پخته نشده نرسیده و او از بین بره هلاک شوه، آلی کسی که ایره فروخته پیسی خود گرفته، این پیسی آدم که گرفته به چی اساسی را برای خود حلال میدانه؟ تانوس چیزی پخته نشده بود، قابل استفاده نبود و سر از فروخت.
بنابراین آله ای باید این چیز ناجایز باشه، این چیز ناجایز باشه، ولی به اساس حاجت مردم چی شده؟ این جایز شده. حاجت مردم چی است؟ مو کسی که ایره بفروش میرسن طبعا به پول نیاز داره، اما کسی که ایره میخره نیاز به ای داره که مثلا اگر ایره صادر میسازه ترتیبات صادر کردنش بگیره، و اگر مثلا از یک جای به دیگر جای میبره این ترتیبات مثلا دیگه ترتیبات که مزدور این مسئله پیدا کنه تا که او را جمع کنه و بعد تا که پخته میشه دیگه این ترتیبات خود برابر میکنه، این ویسه جایز شده و علما او را جواز داده. خب این مسئله دوم شد. مسئله سوم چی است؟ میایم به مسئله سوم، داخل شدن به حمام و استفاده از آن به اجوره معین جایز است، ولو که مدت سپری شده در حمام و آب استعمال شده آن معلوم نیست، بنابر نیاز مردم، بنابر نیاز و حاجت مردم. ببینین ما شما همه بر مسائل حمام، رفتن به حمام، استفاده از حمام آگاهی داریم، بلد هستیم، میره میفهمیم. وقتی که یک انسان به حمام میره به صاحب حمام پول معین میپردازه، در مقابل از این پول معین چی میکنه این شخص؟ از دو چیز استفاده میکنه، یکی آب حمام و دیگه از هوای گرم در اتاق حمام، یا از اتاق حمام با هوای گرمش. اگر این را ما شما تجزیه کنیم امی عقد را، میبینیم که دی یعنی رفتن به حمام دو عقد است در حقیقت، یکی عقد اجاره و دیگه عقد بیع. عقد اجاره به چی است؟ عقد اجاره دی است که یک انسان از او اتاق مدت ما را استفاده میکنه، مدت را استفاده میکنه. خب و این در اجاره داخل میشه. اجاره ما شما خواندیم که به فروش رساندن منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم است. این حالی وقتی که به فروش رساندن منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم چی است؟ منفعت در اینجا چی است؟ منفعت در اینجا تیر کردن یا سپری کردن وقت در اتاق گرم است. خب ای باید معلوم باشه منفعت معلوم، معنای اجاره همی است که باید منفعت معلوم باشه. حالی در اینجا معلوم است؟ نه معلوم نیست. یک نفر داخل میشه، یک نفر ده دقیقه دو جا تیر میکنه، یک نفر نیم ساعت. اگرچه صاحب حمام حال محال سش میکنه که زود باره زود باره، لکن معین نیست دوجه برش بگه که مثلا نیم ساعت وقت داری، از نیم ساعت تو زیاد وقت تیر کنی پیسه زیاد بشه. نه همون 50 فاریر میگیره، همگی مثلا نیم ساعت هم تیر میکنه، 20 دقیقه هم، یک ساعت هم مثلا بعضی اوقات بر صورت یک ساعت خونه میمونه، خب مثلا از نیم ساعت کم گاهی اضافه میشه، مثلا 40 دقیقه میشه. به این صورت دیگه علی این منفعتی که است از این معلوم نیست. وقتی که معلوم نشد باید اجاره جایز نباشه. یک بخش چیز شد. بخش دیگهش استعمال آب است. حالا شما بینین یک نفر دوجه داخل میشه، میشه یک نفر میره به دو سطل آب کارش میشه، یک نفر میره مثلا به چهار سطل، یک نفر میره به ده سطل. این حالا به ده سطل به سرعت نمیشه، خب بدلا به سی سطل چهار سطل متفاوت هستن. حالا که متفاوت هستن این شخص از آب استفاده کرد، آب در اینجا مبیع قرار گرفته، آب گرم مبیع قرار گرفته. آلی امی بابا مبیع معلوم است؟ مبیع معلوم نیست. نگفته که از دو سطل اضافه استعمال کرده نمیتونی، هر قدر که استعمال میکنی میرسته دو سطل، سه، چهار سطل. و در بیع ما شما خواندیم که باید مبیع معلوم و مشخص باشه. مبیع که معلوم و مشخص نباشه مانایی که بیع درست نیست. این حالی هر دو صورت معامله همان، از یک طرف اجاره است، از دیگر طرف، از دیگر طرف چی است؟ از دیگر طرف بیع است. آب میخره و آلی اینمی اگر ما ببینیم ای باید جایز نباشه، چرا که هر دوش معلوم نیست، نه با بیع معلوم است نه وقت منفعت اجاره، لکن بنابر حاجت مردمی چی شده؟ جایز شده. انشالله که این مسئله را فهمیده باشه، این مسئله را انشالله فهمیده باشه. میم با مسئله چهارم، بیع بالوفا جایز شده است بنابر حاجت مردم در قاعده سه گذشت. او را دو جا تشریح کردیم. بیع بالوفا مو است که بعضی مردم را گروی میگه، لیکن گروی نیست، به صورت یک شکلی از بیع را پیدا کردن که جا او در تقریبا در نزدیک به گرو است، لیکن او را بنامش بیع بالوفا مانده. بعضی از علمای ماوراء النهر را جایز دانسته،
و به اساس از امو فتوا در افغانستان هم عمل صورت میگیره، اگرچه از لحاظ چیز گراو است. و در گراو وقتی که یک چیز گراو گرفته میشه، استفاده از شی گراو گرفته شده برای شخص جایز نیست، برای شخص جایز نیست. ای بود مسائل که در تحت از این قاعده داخل میشد. عالمین به این مسئله که تفاوت میان حاجت و ضرورت در احکام، ما شما خود در جا بیادتان باشه که ضروریات، حاجیات، تحسینیات را مانایش را فهمیدیم. اینال در احکام یک باریکی وجود داره در اینجا که او را باید ما شما متوجه باشیم که او در احکام با خود فرق داره. خوب متوجه باشین. الف، حالت ضرورت ناروا و محظور را جایز میگرداند، برابر است این اصرار و ضرورت برای فرد پیش شود یا برای جماعت، ولی پیشیدن حاجت برای فرد محظور و ناروا را جایز نمی سازد. یعنی وقتی که میبینیم اگر ضرورت برای فرد واقع پیش میشه یا برای یک گروه پیش میشه، در هر دو صورت امو ناروا را برش روا میسازد. اما در حاجت تفاوت وجود داره که حاجت به مرحله نیست. حاجت بر یک فرد خاصی اگر پیش میشه، این سبب جواز ناروا محظور نمیگرده، سبب جواز جایز شدن محظور نمیگرده. این یک تفاوت شد که حاجت اگر به فرد پیش میشه، سبب جواز محظور یا ناروا نمیگرده، اما اگر ضرورت برای فردم پیش شوه، سبب جواز محظور. اما حاجت اگر به یک جماعت یا گروه پیش شوه، باز در صورت سبب جواز شدن محظور میگرده. تفاوت دیگه، حکمی که به اساس ضرورت ثابت شده باشد، با پایان یافتن حالت اضطرار انتها می‌یابد و ختم می‌شود، برخلاف حکمی که به اساس حاجت ثابت شده باشد که به شکل عام ثابت می‌شود، محتاج و غیر محتاج از آن استفاده می‌کند. از سوی دیگر حکم ثابت به اساس حاجت در تصادم با نص واقع نمی‌باشد، بلکه مصادم با قواعد عمومی شریعت می‌باشد. در اینجا تقریبا در اینجا سه چیز را ذکر کرد. یکی ای که ضرورت باید متوجه باشیم، مثل که اوجا گفت که ضرورت تقدر بقدری ها، زمانی که حالت ضرورت ختم میشه، حالت اضطرار از پایان میابه، حکم هم تغییر میشه. یعنی معنی که در حالت ضرورت خوردن گوشت خوک حلال شده بود، اما حالت ضرورت که رفع شد، خوردن گوشت خوک حرام است. اما در صورتی که حاجت ثابت شوه، در حالتی که حاجت ثابت شود، در صورت ثبوت حاجت ای به شکل عام می باشه و محتاج و غیر محتاج از او استفاده میکنه، محتاج و غیر محتاج از او استفاده میکنه. موضوع دیگه ای است که وقتی که حکم به اساس حاجت ثابت میشه، میگه تقریبا با نص مشخص و معین در تضاد نمی باشه، بلکه با یک نوع قواعد عمومی شریعت، بگن قواعد عمومی شریعت در تضاد می باشه. مثلا ما بای سلام گفتیم جایز است، یک نما با قواعد عمومی شریعت، یا مثلا گفتیم که استفاده از حمام، یک نما با قواعد عمومی شریعت جایز در تضاد است، که میگه باید مبیع معلوم باشه، این قواعد عام است، باید منفعت معلوم باشه. اما در چی؟ در حالت ضرورت او شاید مشخص به یک نص خاص در تضاد موقع باشه. ای بود قاعده پنجم فرع قاعده المشقت و تجلب التیسیر، که گفتیم که الحاجت تنزل منزلت الضروره عامتا کانت او خاصتا، که ترجمه از این چیز را و تشریحش خواندیم و همچنان مسائل فقهی از او را بیان کردیم و تفاوتی که در اینجا وجود داشت و تفاوت را بیان کردیم و به می در بخش سوم درس چهارم ما به پایان میرسه. انشالله باز درس پنجم ما از قاعده پنجم آغاز میشه، که انشالله او رو باز در درس بعدی به پیش میبریم. بازم محصلین عزیز اگر کسی سوال داشته باشه میشه، اگر در سایت نمیشه میشه نمبر ما پیدا کنین، از به گروپ واتساپ برای ما سوال کنین، حتی گروپ